پرنسس لطیفه. امیره لطیفه، دختر یکی از ثروتمندترین مردان جهان، شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، حاکم دبی. اینجا لطیفه را در حال سقوط آزاد می‌بینید. زندگیش به نظر بی‌نقص می‌رسد، اما او دیگر این زندگی را نمی‌خواست. او می‌گوید شاهزاده است در بند. این فیلم را سال 2018 گرفته، وقتی می‌خواست فرار کند. حس خوبی به آینده دارم. اینکه یه روز صبح از خواب پاشم و فکر کنم که امروز هر کار بخوام میتونم بکنم، هر جا بخوام میتونم برم. او و دوستش تینا موفق شدند از دبی فرار کنند و سواره یک کشتی تفریحی شوند. برنامه این بود که از اقیانوس هند بگذرند و به آمریکا پناهنده شوند. اما 8 روز بعد، وقتی تقریبا به هند رسیده بودند، امیدشان برای آزادی نقش بر آب شد. صداهایی از عرشه کشتی شنیدیم، شبیه صدای تیراندازی. نیروهای ویژه هند عملاً کشتی رو تصرف کردن. لطیفه ترسیده بود و میگفت ای داد، اومدن. شروع کرد جیغ و داد کردن و دست و پا زدن. سعی کرد فرار کنه. آخرین باری بود که دوستم رو دیدم. امیر لطیفه را در آبهای بین المللی به زور از آن کشتی بردند. ناپدید شد. معلوم نبود چه به سرش آمده تا امروز. برنامه پانوراما این تصاویر را به دست آورده که در طول 2.5 سال گذشته ضبط شدند. در این ویدیوها لطیفه میگوید که او را کجا نگه داشتند. ویلایی در مرکز دبی. من یه گروگانم و این ویلا به زندان من تبدیل شده. همه پنجره ها رو نرده کشیدن. هیچ پنجره ای رو نمیتونم باز کنم. تنهام، در زندان انفرادی. به خدمات پزشکی هم دسترسی ندارم. نه دادگاهی در کار بوده، نه اتهامی، نه هیچی. او آنچه را میتوانسته ببیند طراحی کرده. 30 مامور پلیس در چند شیفت از این ویلا محافظت میکنند. برنامه پانوراما توانسته جزئیات، چگونگی و محل حبس امیر لطیفه را مستقلاً تایید کند. با هیچ کس نباید چنین رفتاری کرد. حبس انفرادی به این شکل عمدتاً مصداق شکنجه شناخته می شود. امیر لطیفه فقط برای این کار اجازه خروج از ویلا را پیدا کرد. شرکت در ضیافتی با حضور مری رابینسون، کمیسیونر پیشین حقوق بشر سازمان ملل، ضیافتی که مادر خواندهش امیر حیا ترتیب داده بود. حیا به من گفت که مهمونی خیلی خوبیه. دلم میخواد ازش یادگاری داشته باشم. میایین تو نشیمن همگی یه عکس بگیریم؟ این عکس ها که حکومت دبی منتشر کرد ثابت میکرد که امیر زنده است. کشوندن لطیفه به اونجا با این ترفند یه جور بیرحمی میخواد. ترتیب دادن زیافتی که عکاس سوش عکس رو بگیره در انتظار شکار لبخندی که در واقع در کار نیست. هیچ کس روایت لطیفه را از ماجرا نشنیده تا حالا. تمامش نمایش بود، انگار گولم زدن. حیا به من نگفته بود که مری قبلا رئیس حقوق بشر سازمان ملل بوده. اگه میدونستم معلومه که همه چیزو میگفتم، اما به هم نگفت. مری رابینسون در اون زمان ادعا کرد که امیر لطیفه در پناه عشق و توجه خانواده است، اما حالا برای اولین بار به ما گفته که آن روز چه گذشت. فریب خوردم. اولش به دست دوست خوبم امیر حیا که او هم فریب خورده بود. حیا شروع کرد بگه که لطیفه اختلال دو قطبی شدید داره. یه جوری به هم گفتن که خیلی قانع کننده بود. نمیخوام لطیفه بیشتر از این رنج بکشه. هیچ سوالی ازش نپرسیدم چون نمیدونستم چطور باید این کار رو بکنم. نمیدونستم با کسی که اختلال دو قطبی داره چطور در مورد تروماش صحبت کنم. توی مهمونی خوب نمیخواستم باهاش حرف بزنم و تروماش رو اضافه کنم. زندگی شیخ محمد بن راشد آل مکتوم در این 3 سال عادی بوده. شیخ محمد speaking with Her Majesty the Queen. اما اون مسئول زندانی کردن و آزار دختر خودش است. شیخ هنوز هم مدعی است که گرفتن و برگرداندن امیر لطیفه به دبی یک عملیات نجات بوده. اما تلفنش از چند ماه پیش دیگر پیامی نفرستاده.
اینها آخرین پیام هایی است که از او دریافت کرده ایم. تصمیم گرفتیم بخشی از این مدارک رو منتشر کنیم. تصمیم آسونی نبود. احساس میکنم که اون میخواد ما برای آزادیش تلاش کنیم و تسلیم نشیم. نمیدونم از این وضعیت نجات پیدا میکنم یا نه. پلیس تهدیدم کرده که زندگیمو تو زندون خواهم بود و هرگز روی آفتابو نخواهم دید.